سلام من مجید هستم همون جور که میدونید ما تا الان یه پلیلیست داشتیم به اسم Persian Reading که من توش داستانا رو واسه تون میخوندم و ترجمه میکردم از این به بعد این ویدیوها رو توی پلیلیست جدید به شیوهای جدید داریم و اون اینه که من اول میام و به زبان خودم داستان رو واسطون روایت میکنم یا میگم بدون زیرنویس حالا شاید زیرنویس فارسی تو یوتیوب اضافه کردم بعد از این قسمت کوتاه داستان رو به شکل نوشتاری و خب رسمی تر میبینیم و من مثل قبل متن فارسی رو میخونم آروم میخونم و کلمات و جملات رو تک به تک ترجمه میکنم به انگلیسی بریم سراغ داستان کوتاه ولی با مفهوم امروز داستان در مورد یک زوجه، یک آقا و یک خانم یه روز یه مردی متوجه میشه که شنوایی خانومش کم شده ولی خب نمیتونست این موضوع رو این مشکل رو مستقیم به خود خانومش بگه واسه همین رفت پیش دکتر خانوادگیشون و این موضوع رو به دکتر گفت دکتر گفت برای اینکه دقیقتر بتونی به من بگی که میزان شنوایی همسر چقدره یه آزمایشی از اون رو انجام بده و نتیجهش رو یا جوابش رو به هم بگو و اون آزمایش چی بود؟ دکتر گفت که در فاصله چار متری با همسرت واسطا و یه جمله ای بگو با صدای معمولی نه بلند نه آروم اگه جواب داد که خوب شنیده اگه جواب نداد پس معلومه نشنیده یک متر برو جلوتر و دوباره این کار رو تکرار کن دوباره همون جمله رو بگو اگه بازم جواب نداد یک متر برو جلوتر باز هم تکرار کن باز هم نشد برو تا نزدیک و نزدیکش تا ببینی آخر حرفتو میشنوه و جواب میده یا نه همون شب آقای توی اتاق نشسته بود و خانومش داشت توی آشپزخونه شام درست میگرد. آقا به خودش گفت که خب فاصله ما الان چهار متره بذار یه چیزی بگم و این آزمایش رو امتحان کنم از همون فاصله گفت شام چی داریم؟ جوابی ولی نشنید همونجور که دکتر گفته بود یه متر جلوتر رو دوباره پرسید شام چی داریم؟ باز هم جوابی نشنید یک متر دیگه رفت جلوتر باز هم پرسید و باز هم جوابی نشدید یه متر دیگه هم رفت جلو و رسید تقریبا به همسرش رو پرسید شام چی داریم؟ همسرش برگشت و گفت عزیزم برای چهارمین بار میگم خوراک مرغ متوجه شدید چی شد؟ این مرد در واقع مشکل شنوایی رو خودش داشت این عیب خودش بود مشکل خودش بود اما این مشکل رو در همسر خودش میدید و فکر میکرد که اون مشکل داره واقعا خیلی از ما اینطوری هستیم تو زندگی همیشه مشکلات و عیبها رو ما تو دیگران میبینیم در صورتی که اگر به خودمون رجوع بکنیم میبینیم که خودمون شاید این مشکلات رو داشته باشیم و نمیبینیم و فورا میخوایم عیب رو به گردن دیگران بندازیم و مشکلات رو در اونا ببینیم حالا بریم متنش رو به صورت نوشتاری همون جوری که تو وبسایت ها منتشر شده بخونیم و جمله به جمله ترجمه کنیم هم برای کسایی که فارسی یاد میگیرن خوبه هم برای دوستانی که دوست دارن انگلیسی یکم کم تمرین کنن مردی متوجه شد که گوش همسرش شنواییش کم شده است. A man noticed or realized that the hearing of his wife's ear has been decreased. ولی نمیدانست این موضوع را چگونه با او در میان بگذارد But he didn't know how to discuss how to tell her wife about this subject or this problem به این دلیل نزد دکتر خانوادگیشان رفت و مشکل را با او در میان گذاشت For this reason, he went to the family doctor و مشکل را با او در میان گذاشت and he discussed, it. he discussed this problem with him راستی دوستان همین متن رو همین داستان رو با همین متن نوشته شده توی کانال دوم هم منتشر میکنم اما اونجا راوی داستان من نیستم صدای خانومه حتما به اون کانال سر بزنین این داستان رو من هفته دیگه اونجا آپلود میکنم لینکشو این زیر هم میذارم دکتر گفت برای اینکه که بتوانی دقیق تر به من بگویی که میزان ناشنوایی همسرت چقدر است آزمایش ساده‌ای وجود دارد The doctor said in order to be able to tell me more accurate how much is the level of your wife's deafness آزمایش ساده ای وجود دارد There is a simple test انجام بده و جوابش را به من بگو Do it And tell me the result. در فاصله چهار متری او بیست و با صدای معمولی را به او بگو. Stand at a distance of four meters and tell her something with a normal voice. اگر نشنید، همین کار را در فاصله 3 متری تکرار کن If she doesn't hear it repeat the same at a distance of 3 meters بعد در 2 متری then in 2 meters و به همین ترتیب تا بالاخره جواب بدهد and so on and do the same until finally it works آن شب همسر مرد در آشپزخانه سرگرم تهیه شام بود و او در اتاق نشسته بود That night The man's wife was busy uh, cooking dinner in the kitchen. و او and he, the man, was sitting in the room. Mart فکر کرد الان فاصله ما The man thought that now our distance is about. 4 meters. بگذار امتحان کنم. Let me try it. و سوالش را مطرح کرد. And he asked his question. جوابی نشنید. He didn't hear any response or answer. بعد بلند شد و یک متر به سمت آشپزخانه رفت. And then he got up or stood up and went one meter to the kitchen. و دوباره پرسید و باز And he asked again, and once again, he didn't hear a response. باز هم سوالش را تکرار کرد و باز هم جوابی نشنید. Once more or again he went forward and repeated his question and again he didn't hear any answer. این بار جلوتر رفت و گفت شام چی داریم؟ This time He went more forward and said, Shom Chidarim, what do we have for dinner? That was the question that he repeatedly asked. Ham Sarash And this time the wife said, Azizam. برای چهارمین بار میگم خوراک مرغ My dear or honey I'm saying for the fourth time خوراک مرغ Chicken stew گاهی هم بد نیست که نگاهی به درون خودمان بیاندازیم Sometimes it's not bad to look inside ourselves. شاید عیب هایی که تصور میکنیم در دیگران وجود دارد در وجود خودمان است. Perhaps or so maybe the flaws or shortcomings that we think they are they exist in others perhaps they are in ourselves.